<applause> خب حالا الان فهمیدیم چجوری بگیم تو دکتری you are a doctor آنها دکترن they are doctors من یه معلمم I'm a teacher حالا میخوایم بپرسیم ازشون تو معلمی تو دانش آموزی تو پرستاری تو مکانیک اینا رو چجوری میپرسیم بریم ما هم ببینیم که سوالی چی جواب حالا تو تصویر الان نگاه بکنی تو تصویر داریم چی میبینیم همون آقا معلم اینجوری بود خب حالا میخوام بگیم شما معلمی شما معلمی چجوری میگیم مرسی are you a teacher are you a teacher تکرار نمیکنید به نظر ما خب خوب are you a teacher mm -hmm. خب بگه آره من یه معلمم بله Yes I am a teacher I am a teacher یا یه جور دیگه هم میگن دیگه خلاصش میکنن جوری؟ یعنی ساندویچ جوری میگن I am a teacher I'm a teacher I'm a teacher ام. حالا میخواد بگه نه من معلم نیستم نه نیستم No I'm not a teacher یا ساندویچ نو no. اولیش غیر ساندویچ رو بگیم نو no, I am not a teacher ساندویچی چی میشه؟ نو no, I'm not a teacher I am I'm I am I'm, I'm میشنوید دیگه مگر توی جای رسمی که میخوان ایم am بنویسن نمیادتون باشه خب حالا یه نفر میبینید میخواد بگید, بگید که اون دکتره یه خانم خب اون خانمه دکتره ببینید عکسشو چجوری میگیم Is she a doctor? Is she a doctor? بله دکتره بله هستش چجوری میگیم Yes she is Yes she is حالا میخوام میگیم که نه دکتر نیست چجوری میگیم No she isn't No she isn't یا No she is not No, she is not. بعدی خب این آقای رو ببینید با این آچار گنده دستش چیکار کار مکانیک دیگه چجوری میگیم؟ مکانیک اون آقای مکانیکه بگید شما بگید Is he a mechanic? Is he a mechanic? به قرمزها دقت میکنید دیگه حواستون به قرمز هست خب میخوام بگیم که بله هستش Yes he is Yes he is دو تا حالت داریم دیگه یا میتونیم بگیم Yes he is a mechanic یا میتونیم بگیم Yes he is تو فارسی هم میگیم دیگه اون آقای مکانیکه بله اون آقای مکانیکه اون آقای مکانیکه بله هستش وقتی کامل میخوام بگیم میگیم Yes he is a mechanic ولی وقتی میخوام بگیم بله هستش میگیم چی Yes he is Yes, he is. Mm -hmm. حالا میخوام بگیم نه مکانیک نیستش. اینو چجوری میگیم؟ No, he isn't. No, he isn't a mechanic. تو پرانتز یعنی اینکه هر دو تو پرانتز دیدید یعنی اینکه میتونه بیاد میتونه نیاد. پرانتز میتونه بیاد میتونه نیاد. No, he is not a mechanic. No, he isn't. Mm -hmm. خب. حالا این چیه؟ خودکار دیگه اوکی. حالا یه ذره قدیمی خودکارش احتمالا میخوایم بگیم که این خودکاره چه میگیم؟ Is it a pen? Is it این سوالی هم میگیم ما نمیگیم Is it میگیم میشه خبری که باید لحنمون هم سوال توش باشه دیگه اون یه خودکاره این تو فارسی میگیم اون یه خودکاره یا این یه خودکاره یه سوالی میپرسیم is it a پن، بله خودکاره yes it is. آره هستش yes it is آره اون یه خودکاره یا این یه خودکاره حالا کامل میگیم چجوری میگیم yes it is a pen yes it is a pen آره خودکاره آره هستش yes it is نه نیستش نه نه نیستش no It isn't. No. حالت بعدیش. It is not. حالا کاملش. تو پرانتزی اگه بیا چی میگیم؟ No. It is not a pen. No. It isn't a pen. Okay. خب. حالا این عکس رو ببینید. چی هن اینا؟ اصلا دانشگاه دیگه. اصلا دانشگاه تو انگلیسی چی میگیم؟ معلم رو میگیم مرسی تیچر استاد دانشگاه پروفسور درسته خواهشان از همین الان املای صحیح این کلمه رو یاد بگیرید اندازه موهای سر هستن کسایی که اینو با دو تا اس می دوتا به جای دو تا دیگه هر جا که شما اینو بنویسی مثلا ممکنه تو آزمونت بنویسی هر جا بنویسی تو خیلی از آزمونها به خاطر غلط املایی نمره رو از دست میدی یعنی تو درست نوشتی درست شنیدی مثلا پروفسور گفته ولی چون تو با دو تا اف نوشتی نمره ای اونو از دست میدی یعنی فهمیده باشی پروفسور با نفهمیده باشی فرقی نمیکنه چون امروزو غلط نوشتی و کلمات ساده هم این اتفاق میفته دیگه خیلی هم آزمونیا نمیان مثلا تو آزمونای بین المللی نمیان جایی که سخت رو این کارو بکنن باهاش این جایی که مثلا ساده هستش رو این کارو میکنن که خیلی دیگه نامردی هم نباشه یه کلمه عجب واجه مثلا قسطنطنیه رو بیان ببینن که شما مثلا درست نوشتی نه دیگه پروفسور دیگه منطقش اینه که همه بدون جوری نوشته باشه پس یادتون باشه از همین الان رو دو تا چیز از همین الان تمرکز کن اگر داری دوره بیسیک رو میبینی میگذرونی خودت داری میخونی با معلمت داری میری هر جایی داری میری این یاد باشه که هم تلفظت باید صحیح باشه از همین الان نگو نه نگیم Are وی پروفسرز بگیم ار وی پروفسرز اونجوری نباید بگیم خب باید درستشو بگیم وقتی میخوایم رو یاد بگیم اون تلفظ اون اکسنت فرق میکنه که اوی مثل آمریکایی رو صحبت کنیم او, 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 او اونا کار نده باشه او اونا مراحل بعدی حتی هر چند که کسی که میخواد اکسنتش هم خوب بشه تلف لهجهش ما پرنسیشن داریم که میشه تلفظ یه اکسنت داریم که میشه لهجه هر چند که کسی که میخواد اکسنتش هم خوب بشه از همون پایه باید این کارو بکنه ولی شما فعلا تلفظ صحیح رو یاد بگیر خب تلفظ فارسی اشتباهه این فارسی تلفظ کردن تلفظ همه, جای دنیا آقا تلفظ یکسانی وجود داره واسه ای کلمه ای خب ممکنه لحجه های مختلف وجود داشته باشه پس تلفظ رو دقت بکن که الان مثلا چه باید تلفظش بکنی مثلا اگه بگی نه من نمیخوام بگم آر وی میخوام بگم آر وی خب اگه بگی آر وی اصلا اون وی ویه حرف وی انگلیسیه این ویه دبلیو پس اینو باید دقت بکنی خب حالا میخوام که ما دا استاد دانشگاهیم چجوری میگیم Are we professors? Are we professors? بله هستیم بله هستیم Yes we are فرم طولانیش میشه؟ Yes we are professors فرم حالا میخوام که نه ما استاد نیستیم استاد دانشگاه نیستیم چجوری اینو میگیم؟ No, we are not. Ya, yeah, no, we are not professors. No, we are not. No, we are not professors. خب، حالا مثال بعدی. خب یه دوره سوال دیگه رو مطرح بکنیم. عکسو ببینیم. چی کارن اینا؟ خلبانن. چجوری میگن خلبان؟ پایلوت. پایلوت. اونا خلبانن؟ نشستی جا مثلا دوتا آدم ها میبینید توی هواپیما مثلا رفتی تو فرودگاه میبینید که از این گیت مخصوص دارن دو نفر راحت میشن خیلی با کلاس و این کیفا و اینا میخواد بگید اونا خلبانن چجوری میگیم؟ مرسی Are they pilots? Are they pilots? بله خلبانن دوستت بهت میگه که اون مثلا میشناسه میدونه که لباسای خرب مثلا تو حواست نبوده که اون لباس خلبان اون می اون حواسش بوده میگه بله خلبانن yes they are pilots yes they are pilots نه خلبان نیستن یا مثلا میدونه میگه نه خلبان نیستن no they are not یا no they aren't no they aren't شد مرسی حالا بریم سراغ قسمت مورد علاقه من تمرین یه کوچولو یه نکته رو بگم آقا تمرین 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 تو گرامر هی hey, بری نکته چندم نکته 123م راجع به چیزی بخونی فایده نداره آقا باید تمرین کنی و استفادهش بکنی شما به جایی که خلاصه کنم 20 درصد گرامر بخون 80 درصد تمرین کن اگر نتیجه نگرفتی دیدم که میگم نتیجه میگی خب چی گفته تمرین چه نوع تمرینیه in فیلینگ blank بلانک fill فیلینگ the بلانک جای خالیو و پر بکنیم من هیچ چی نمیخوام بگم چون مپس تا حدودی مپس ساده یه دیگه همه اون احتمال آشنا بودیم با این مپس باید بتونی بگی خب اولی رو بگید ببینیم چی باید بذاریم یو جای خالی لیت چیزایی دنبالی چیزای چیز عجیب قریب نباشی یا همین امویزه ها رو باید بذاریم همینی که انا خوندیم تمنیده من گفتیم استپ بای استپه یو مرسی آر لیت یو یعنی چی you are late دیر کردی you are late دومی we very well we very well ما خیلی خوبیم we are very well we are very well بعدی my sister جای خالی a doctor بسیار ساده مایسیستر همون چیه؟ همون شیه هر جایی قاطی کردی از الان تا آخر سطح گرامری که قراره بخونی هر جایی قاطی کردی که ای این نمیدونم فایلش چی این ایز نمیدونم این رو ام بذارم ایز بذارم حالا گرامری پیشرفته گذشته خوندی واز بذارم ور بذارم نمیدونم چی بذارم اینو هز بذارم هف بذارم سری اگر قاطی کردی تبدیلش کن به یه زمیر زمیر چی همون چیه اسمیات دیگه مثلا میگیم علی و رضا و حسن اونا میشن چی؟ دی من و نمیدونم مامانم و بابا میشیم چی؟ وی تو و دوستت میشید یو خواهر حسن میشه چی؟ شی سری تبدیلش کن سری تبدیلش کن بهت قول میدم که اشتباه دیگه نمی الان اینجا My sister چه همون دیگه My sister is a doctor My sister is a doctor خب بعدی چهار چه میگیم اینو؟ Paul and Sarah in America Paul and Sarah in America We give Paul and Sarah to American mm -hmm. are in America Paul and Sarah are in America I think you very tired كلها كنا انا بعد ما يجي هرچند گفتم میدونی ولی اگه وقت لولت خیلی بیسیکه و اینا رو نشنیدی نگران نباش جلوتر میخونیم ولی کم کم باید چیزایی که بلد نیستی رو مثلا 80 درصد چیزی که بلدی رو با در کنار 20 درصد چیزی که بلد نیستی ببینی هم یه حس خوبی بهت بده که مثلا من همش بلد نمیدونم یه تیکر بلد نبودم و اونه یواش یواش یاد بگیری یه دفعه بری مثلا نصف بلد نباشی نصف بلد باشی آدم روحیش میریزه ولی همینجوری کوچولو کوچولو میبینی چیزایی که بلدم 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 بلد نیستم بلدم 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 بلد نیستم اینجوری انگیزت هم حفظ میشه و دوست داری هی بیشتر به خونی و بری جلو I think you very tired مرسی I think you are very tired I think you are very tired بعدی Six Our house جای خالی very large خونمون خیلی بزرگه خونمون خیلی بزرگه ببین الان یه گفتی اوره ویه نمیدونم ایته این چیه این کجاه سری گفتم چیکار میکنیم تبدیلش میکنیم ببینید خونه ما چی میشه چند تا خونه است یه دونه خونه ما تو فارسی بخوام خونه ما رو بگیم زمیر بهش بگیم اشاره بهش بگیم میگیم چی اون تو انگلیسی هم ایت واسه ایت هم چی میگیم ایز پس our house is very large Our house is very large. اونم خیلی بزرگه. هفت. آی جای خالی happy today. من امروز خیلی خوشحالم. I جای خالی happy today چجوری میگیم اینو؟ جای خالی هم خارجی گفتم I جای خالی I am happy today I am happy today مرسی هشت No one اینجا خیلی خوبه شمایی که الان اینا رو بلد بودی اینا ببین اینا نکته هایی که به در شما میخوره No one present today هیچکی امروز حاضر نیست present چند تا معنی داره یکیش معنی حضوره حضور داشتن یه جایی هیچ کس امروز حاضر نیست نوبان رو چجوری بگیم؟ چند نفر هم؟ چجوری چی, چی باید بگیم؟ نکته نوبان همیشه یه نفر حسابش کن مفرد ببینش No one is present today. تو فارسی هم میگیم هیچ کس حاضر نیست نمیگیم نیستند هیچ کس حاضر نیستند نمیگیم که بس هم تو انگلیسی ها دوشن. این انگلیسی هیچ کس حاضر نیست No one is present today. بعدی everyone از اون کلماتیه که درد سر سازه دیگه الان everyone یعنی هر کسی و هر کس چیه هر کس یه نفره دو نفره چند نفره چی بگیم ایزه امه آره چیه everyone in the classroom everyone in the classroom مفردا هیچ همه everyone همه in the classroom everyone is in the classroom everyone is in the classroom مورد ده همینه ده All the books on the table All the books on the table All the books All دیگه معلومه دیگه واقعا معلومه همه همه یه حالا یه چیزی All the books همه کتابا All the students همه دانش آموزا اوکی okay. پس میشه همه یه چیز All the books پس گفتیم همه دیگه میدونیم چی باید برش بریم Are All the books are on the table. همه کتابا رو میزن. همه کتابا رو میزن.